الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ رکن سوم از ارکان اسلام ادای زکات هست که در عربی گفته میشه ایتا و زکات. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله با این عبارت ادای زکات رو به کار بردن و نفرمودن زکات؟ لان الزکاه لابد ان تؤخذ من اموال معینه محدده، برای اینکه زکات از اموال مشخص و معینی گرفته میشه. الى طائفه معینه اصناف ثمانیه، و به گروه های مشخصی که 8 گروه هستند داده میشه. به مقدار معین فی زمان معین، و مقدار معینی داره و زمان معینی هم داره. زکات انقسم الى قسمین، زکات به دو قسم تقسیم شده، فرض و نفل. فرض و نفل، الفرض تنقسم الى قسمین، زکات بدن هي زکات الفطر و زکات مال. زکات فرض هم بر دو قسم هست، زکات بدن که همون فطریه هست و زکات مال. زکات المال 4 اموال تجب فيها الزکات. در رابطه با اموال یا زکات اموال 4 مورد تعلق میگیره. الاول الذهب والفضه والدرهم والدينار والريال وجميع العملات الورقيه. در رابطه با اموال طلا و نقره و درهم و دینار و ریال و تومان و همه انواع پولهایی که وجود داره. الثاني الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعى ولا يشتري لها علف كل العام او اكثر العام. نوع دوم دامهایی هستند مانند گاو و گوسفند یا دامهایی که از طریق چریدن یا چراندن تغذیه میشن. الثالث الخارج من الارض الحبوب مثل القمح والشعير والثمار مثل التمر. نوع سوم محصولات کشاورزی هست که به دست میان، از جمله اونها میشه خرما رو مثال زد. الرابع عروض التجارة، كل ما عد للبيع والشراء، سوبر ماركت، مواد غذائية، أخشاب، حديد. نوع چهارم اموال تجاری هست که مورد داد و ستد قرار میگیره، انواع خوراکی ها و کلا تجارتی که کالاهای تجاری رو در بر میگیره. نعم، هذا هو الركن الثاني من الركن الثالث من اركان الاسلام ايتاء الزكاه والله اعلم. این رکن سوم از ارکان اسلام بود ادای زکات که توضیحاتی ارائه شد والله اعلم.